تا جلسه پیش تمام انواع انتقال حرارتی که ما بررسی کردیم، شرایط رو دیدیم که تغییرات زمانی رو گذاشتیم کنار. یعنی فرض کردیم که انقدر زمان دادیم که شرایط به حالت استدی استیت برسه و ضمناً باندری کاندیشن ما هم اصلا تغییر نکنه، بنابراین تغییرات زمانی نداشته باشیم. این کار کردیم برای اینکه بتونیم حل رو در واقع ساده تر بکنیم و پله پله بریم جلو. تو مرحله بعد میخواییم اثرات زمانی رو شروع کنیم اضافه کردن، یعنی عملاً معادله کامل رو بتونیم حل بکنیم. حل این معادله تو مرحله اول درد سرزاست. قبلاً دیدیم که ما اگر این ترم گذران رو هم حذف کنیم خود این به سری سلوشن میرسه، پس انتظار داریم اگه من تغییرات زمانی رو هم بذارم باز میرسم به یه سری سلوشن که یه ذره ما رو ممکنه اذیت بکنه. برای اینکه قضیه رو یه مرحله ساده بکنیم، میایم میگیم که چون ما برامون گذرا بودن مهمه، فرض میکنم اصلا تغییرات مکانی نداشته باشم. یعنی تو پله اول فرض میکنیم اگر یه جسمی دارم و با یه جریان هوایی انتقال حرارت داره، این جریان هوا رو من به صورت تیپ مثال زدم، میتونه تشعشع باشه، میتونه هر انتقال حرارت دیگه ای باشه. فرض میکنم کل این جسم همش دماش ثابته و تابع زمانه، یعنی دیگه تابع مکان نیست، پس عملا تغییرات مکانی رو میذاریم کنار، فقط تغییرات زمانی رو ملاک قرارونیم. از نظر فیزیکی امکان داره که یه جسم انتقال حرارت با محیط بیرون انجام بده ولی تغییرات مکانی دماش نداشته باشه؟ فیزیکی میتونه این اتفاق بیفته؟ تولید حرارت هم داشته باشه، فرض کنیم تولید حرارت داشته باشه، داخلش گرادیان دما نداشته باشم ولی حرارت رو بتونم بدم به محیط بیرون یا بگیرم، میتونیم؟ جان؟ ذوب شدن اجالتا بذارید کنار، اون رو هم الان بهتون میگم. اگر ذوب شدن رو فعلا در نظر نگیریم میتونیم؟ چجوری؟ اون که میشه بقای انرژی. خب بقای انرژی رو که همیشه داریم، درست؟ ولی از نظر انتقال حرارتی شار حرارت میتونه بدون گرادیان مکانی باشه؟ خب منظور از اینکه از روی سطح انتقال حرارت داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی داخل جسم چیزی وجود نداشته باشه. میتونیم همچین چیزی داشته باشیم؟ میتونیم فقط از سطح جسم حرارت منتقل شه؟ خب از سطح جسم اگه حرارت بره بیرون یه جا باید جایگزین بشه دیگه، چه جور جایگزین بشه؟ نه، ما نمیخوایم تقریبا بذاریم، میخوایم دقیق دقیق بگیم. میتونه دقیق دقیق گرادیان مکانی داشته باشیم یا نمیتونیم؟ نظر دیگه؟ جان؟ چرا؟ خب، نظر دیگه؟ میخوام همینو کلیر کنیم. فرض کردن یه چیزه، این که در فیزیک میتونه مطلق این اتفاق بیفته یا نه یه چیز دیگه است. خب مطلقاً میتونیم داخل یک جسم گرادیان دما نداشته باشیم یا میتونیم؟ اینجوری بهتره بگیم مطلق نمیتونیم. خب یعنی ما امکان نداره مسئله‌ای داشته باشیم که بتونیم به طور 100% بگیم دمای همه جا یکسانه. میتونیم بگیم گرادیان دما کمه،
ولی مطلقاً صفر نمیتونیم، چون گرادیان دما، گرادیان مکانی اگه نداشته باشیم به این معنیه که انتقال حرارت نداریم، چون قرار شد شارمون این باشه دیگه. حالا بگم گرادیان دما. سلام، خوبی؟ آیشین بخش، افتاد سه شنبه. مرسی. فردی سه شنبه دیگه اول وقت جا باشه دیگه. مرسی. خب اگه ما گرادیان مکان نداشته باشیم اصلا امکان نداره شاری وجود داشته باشه. پس هر کاری بکنیم، این هر چقدر کوچیک باشه، بزرگ باشه، من فقط پوسته بگیرم، هر چی داشته باشم، مطلقاً امکان نداره که من بتونم گرادیان دما رو صفر در نظر بگیرم. حتما وجود داره، حالا ولی عدد بسیار پایین. موضوعی که در مورد جوشش یا چگالش مطرح کردن هم باز همینه. اگه من مثلا یه ظرف داشته باشم و دارم بهش حرارت میدم و اینجا حالا یه بویلینگی داره اتفاق میفته، اون چیزی که ما تو ترمودینامیک فرض میکردیم کل این دماش ثابته، فقط یک فرض ترمودینامیکیه. در واقعیت این لایه دماش بیشتره، به تدریج ما گرادیان دما داریم. ما امکان نداره بتونیم حرارتی داشته باشیم بدون گرادیان مکانی، محال ممکن. از رو فوریه هم مشخصه دیگه، ما حتما احتیاج به گرادیان مکانی داریم. خب موقعی که داشتیم انتقال حرارت شبه یک بعدی رو میگفتیم، گفتیم اگه من یک مدلی از انتقال حرارت داشته باشم که از نظر فیزیکی امکان نداره یه پدیده توش اتفاق بیفته، ولی خودم میخوام اون فرض رو روش اضافه بکنم، آیا میتونم از این معادل استفاده بکنم یا نه؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ بله، این معادله فقط در شرایطی برقراره که من از نظر فیزیکی بتونم فرضم رو انجام بدم. مثلا موقعی که انتقال حرارت یک بعدی رو در نظر میگرفتیم، میگفتیم داخل یه دیوار اگه من بالا پایینش رو عایق کنم، از نظر فیزیکی انتقال حرارت داخل این یک بعدیه، یعنی از نظر فیزیکی من نقض چیز رو انجام نمیدم. ولی اگه همین رو من اینطوری در نظر بگیرم، از نظر فیزیکی محال من بتونم این رو یک بعدی در نظر بگیرم. اگه دلم بخواد فرض یک بعدی بودن رو انجام بدم، حالا دوباره باید معادل دیفرانسیل در بیارم. در این موردم همینه، ما از نظر فیزیکی امکان نداره بتونیم این ترم رو حذف کنیم، هر کاریش هم بکنیم فیزیکی محاله. در نتیجه اگه من میخوام فرض اینو بکنم که گرادیان دما توش وجود نداره، باید دوباره معادله دیفرانسیل دیولپ کنم. پس میریم جلوتر ببینیم چجوری معادله دیفرانسیل رو توی همچین حالتی میتونیم در بیاریم. یه جسمی رو در نظر میگیریم، حالا با شکل دلخواه. فعلا هم برای اینکه کارمون یه ذره ترتمیزتر در بیاد، فرض میکنیم انتقال حرارت با محیط بیرون فقط به صورت کانوکشنه. بعدا ترمای دیگه هم اضافه میکنیم، ولی چون از نظر عملی این ترم بیشتر از بقیه استفاده میشه، مثلا فرض کنید همون مثالی که از جلسات اول میزدیم، یه بدنه یه خودروه رنگ شده، میخواد بره تو کوره، میخواد پخت بشه، این دماش باید افزایش پیدا بکنه، یه مقدار وایسه، دوباره شروع کنه خنک شدن. بنابراین به صورت کانوکشن با محیط اطراف انتقال حرارت داره. فعلا کانوکشن رو فقط در نظر میگیریم، دماش رو هم که فرض کردیم فقط تابعی از زمانه. چون کل جسم دماش ثابته، یعنی تغییرات مکانی نداره، حجم کنترلمو به این صورت در نظر میگیرم، معادله بقای انرژی رو روش می‌نویسیم.
ورودی، منهای ایدات خروجی، به علاوه ایدات جنریشن میشه ایدات استوریج. فعلا برای اینکه کارمون راحت تر باشه، مثل بقیه مسائل که اول میومدیم ساده سازی میکردیم، فعلا فرض میکنم تولید حرارت داخلی نداریم. تو این مسئله فرض میکنم جسم داره خنک میشه، گرم بشه هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین فعلا فرض میکنم ایدات این برابر با صفر. میتونم اوت و صفر بگیریم، تفاوتی تو حل پیدا نمیکنه. پس از روی این میشه منفیه. خب ایدات خروجیمون میشه h i s t منهای t بی نهایت. این i s سطح خارجی جسم مساوی میشه با رو سی پی وی دی تی به دی تی. درست؟ برای اینکه معادلمون رو همگن کنیم یه تغییر متغیر هم میدیم. پس معادلمون میشه منفی اچ آی استتا میشه رو سی پی وی دی تتا به دی تی. و پس اگه ترتمیزش بکنم دی تتا به تتا مساوی میشه با منفی اچ آی اس روی رو سی پی وی دی تی. خب یه شرط اولیه احتیاج داریم برای اینکه مسئلمون حل بشه. تتا رو توی نقطه صفر تو شروع میگیرم تتای آی. اگه اینو حل بکنیم تتا رو تتای آی میشه اکسپوننشیال منفی وی در تی. یعنی عملا توی چنین حالتی دما نسبت به زمان اکسپوننشیالی شروع میکنه به کم شد. خیلی از پدیده‌های فیزیکی ما میرسیم به این که یک ترمی، یک چیزی به صورت اکسپوننشیالی شروع میکنه به کم شدن. مثلا خالی شدن خازنا توی مسائل الکتریکی. مثلا ارتعاشات داشتیم؟ آره؟ خب مثلا مثل زمانی که ما یه دمپر قوی توی مسائل ارتعاشاتی داشته باشیم شروع میکنه به صورت اکسپوننشیالی کاهش پیدا کردن اون دامنه ارتعاشاتی. خب توی مسائلی که یه ترمی به صورت اکسپوننشیالی تغییر میکنه ما یه چیزی به عنوان ثابت زمانی داریم. یعنی ثابت زمانی تعیین میکنه که اون پدیده ما که گذراست، ترانزینته، چقدر سریع یا چقدر کند اتفاق میفته. توی مسائل انتقال حرارت گذرا ما این رو میگیم مساویه با اکسپوننشیال منفی تی روی تا که این تا میشه رو سی پی وی تقسیم بر اچ آی اس. به این تا میگیم ثابت زمانی حرارتی و ترمال تایم. ثابت زمانی حرارتی مشخص میکنه فرایند ترانزینت ما چقدر سریع یا چقدر کنده. اگه ثابت زمانی کوچیک باشه یعنی عملا انتقال حرارت ما خیلی سریع به حالت استدی استیت میرسه. بزرگ باشه یعنی طول میکشه. این به ما حس میده
یعنی مثلا اگه من اینو فقط اینجوری نگاه کنم خیلی سخته که بتونم بفهمم، قیافش رو نگاه کنم خیلی سخته که بتونم بفهمم مثلا کی استدی استیت میشه. ولی وقتی اینو اینجوری نگاه کنیم، اگه ما 3 برابر تا بگذره تقریبا 5% میرسه به 5% حالت استدی استیت، یعنی من با 95% در واقع رسیدم به شرایط استدی استیتم. در اینجا تقریبا میتونم حس پیدا بکنم مثلا اگه من یه مسئله ای دارم، حالا جلوتا هم مثال حل میکنیم میبینیم تاش مثلا هست 10 ثانیه، یعنی من تقریبا اگه 1 دقیقه وایسم این استدی استیت میشه. اینجوری من میتونم یک معیاری داشته باشم که اون بخش استدی استیت ما چقدر اهمیت داره یا چقدر اهمیتش کمه. دوباره مثلا فرض کنید شرایط نور خورشید در نظر بگیریم، میخوام دیوار رو فرایند ترانزینتش رو در واقع میخوام تحلیل بکنیم. مثلا فرایند نور خورشید تقریبا خورشید هر 1 ساعت یه بار اون تشعشعش به میزان محسوسی تغییر میکنه، یعنی تقریبا اگه من 1 ساعت خاصی رو مشخص کنم مثلا بگم 11 تا 12 صبح تقریبا تشعشع خورشید ثابت. اگه من ثابت زمانی دیوار رو داشته باشم میتونم تعیین بکنم که آیا انتقال حرارت از دیوار رو من میتونم استدی استیت فرض کنم یا نمیتونم استدی استیت فرض کنم. چون یادمون باشه ترانزینت فرض کردن درسته که فیزیکی تره، ولی به همون اندازه هم حلش سخت‌تر میشه. دانش یه نفر ممکنه بیاد بگه خب درسته نور خورشید به صورت ترانزینت داره عوض میشه، ولی از کجا معلوم؟ شاید دیوار سری واکنش نشون بده من تقریبا بتونم فرآیندمو استدی استیت در نظر بگیرم. در عمل این کارا رو ملت کردن، رسیدن به این که نه، فرایند نور خورشید وقتی تأثیری که روی ساختمون میذاره این حتما باید به صورت ترانزینت بررسی بشه. اینا از کجا میاد؟ از این ثابت زمانی میاد. یعنی من ثابت زمانی دیوار مثلا اگه داشته باشم در بیاد 1 ساعت، یعنی 1 ساعت طول میکشه تا واکنش نشون بده. خب تو این 1 ساعتی که میخواد واکنش نشون بده تابش خورشیدم عوض شده، در نتیجه همه چیز تغییر کرد. خب نظر اون آلفاه چه تأثیر روی این داره؟ نه کی که با سی پی ربطی نداره. اون کی تقسیم برای رو سی پی بود، این اچ آ تقسیم برای رو سی پی دیگه. نظر دیگه جان؟ خب این فقطه خیلی که هیچ ربطی داره به هیچ آه. خب اون وقت این چه ربطی به چیز داره؟ چه ربطی به نزدیکه. ببین اون ترمی که ما تو آلفا داریم عملا ما کیش رو نداریم دیگه، درست؟ پس از نظر اون چیزی که من تو معادله دیفرانسیل دارم فقط رو سی پی باقی میمونه که من رو سی پی رو این پایین دارم، قبول؟ منتها تو این قضیه که آیا فرایند ما ترانزینت هست یا ترانزینت نیست، فقط خود معادله دیفرانسیل که اهمیت نداره، باندری کاندیشنش هم اهمیت داره دیگه، درست؟ این از تو باندری کاندیشن میاد. یعنی عملا اگه من اون معادله دقیق رو هم بخوام در نظر بگیرم باز این سر جاشه، هم برای من رو سی پی مهمه هم برای من اچ آ اهمیت داره. خب منتها اگه من فرض کنم یک مسئله ای دارم رو سی پیش بسیار عدد کمیه، خب عملا هم آلفاش خیلی عدد زیادی میشه، بنابراین اون 1 تقسیم بر آلفا عملا هضم میشه، هم تو اینجا مسئله سریع به حالت استدی استیت میرسه. یعنی از نظر معادله دیفرانسیل این دوتا دقیقا یکسان هست. خب جان چی شد؟ بستگی داره که اون ایدات اینه چه ترمی باشه. مثلا فرض کنید اگه ما رادییشن داشته باشیم، نه اصلا مدلمون غیر خطی میشه. خب حالا میگم ما ساده ترین حالت رو بررسی کنیم، یواش یواش سختش میکنیم. ولی اگه من یه انتقال حرارت از این ور داشته باشم،
نه فرق نمیکنه، من ایده اینو بذارم مادرم فرق میکنه، جوابش قطعا فرق میکنه. هر دفعه باید دیولپ بکنیم مدل رو، اگه شرایطش غیر از این باشه باید دیولپ کنیم. البته ما یه مدل کلی بهش میرسیم جلوتر، اون میتونه کمک بکنه، ولی ساده ترینش اینه که دیولپ کنیم. کار خیلی سختی هم نیست دیگه، چون کل جسممون یه دونه هج کنترل بیشتر براش نمیخواد بگیریم. دیدیم که ثابت زمانیمون شد HIS روی رو سی پی در وی. ببخشید معکوسی رو سی پی شد رو سی پی وی روی اچ آی اس. خب این یک تقسیم بر اچ آی اس این چیه؟ مقاومت. اینم میشه ظرفیت حرارتیمون، ظرفیت حرارتی کلمون. یعنی عملا تای ما میشه مقاومت در ظرفیت حرارتی. برای اینکه تا کوچیک باشه باید مقاومت کم باشه، یعنی حرارت سریع به جسم منتقل بشه. سی کلیش اون ظرفیت حرارتیش هم کم باشه، برای اینکه اون حرارتی که میگیره سریع دماش برسه به اون مقداری که ما میخوایم. هر چقدر مقاومت ما کمتر باشه و ظرفیت حرارتیمون هم پایین‌تر باشه، یعنی حرارت سخت‌تر منتقل میشه به جسم، با نرخ کمتری منتقل میشه به جسم و جسم هم در مقابل حرارتی که میگیره دماش دیر تغییر میکنه، در نتیجه فرآیند ترانزینت ما بیشتر طول میکشه. تا اینجا ما همه صحبتی که کردیم گفتیم خب خیلی چیز خوبیه که من بتونم اون جسمم رو در واقع دماش رو یکسان بگیرم. منتها سوالی که پیش میاد اینه که ما کی میتونیم این کار انجام بدیم. ما همینطوری حسی گفتیم که آره اگر که مقاومتمون کم باشه سیمون هم زیاد باشه، خب ببخشید مقاومتمون کم باشه سیمون هم کم باشه این اتفاق میفته. ولی کم بودن و زیاد بودن یعنی چقدر؟ یعنی من یه مسئله رو وقتی میخوایم عملا بررسی بکنم چه عددی رو ملاک و شاخص خودم قرار بدم. پس میخوایم یه ملاکی در بیاریم برای اینکه چه زمانی من میتونم از گرادیان جسم از گرادیان دما داخل جسم صرف نظر بکنم و بیام سراغ این متدی که تا الان در موردش حرف زدیم. برای این کار میام یه مسئله ساده رو در نظر میگیرم. یه دیوار رو در نظر میگیرم، فرض میکنم دمای یه طرفش ثابته و این شروع میکنه انتقال حرارت انجام میده با محیط بیرون که دماش تی بی نهایته، یعنی اینجوری H و تی بی نهایت. دمای سطح دوممون میرسه به تی دو، منتها طبیعتاً این تی دو شروع میکنه با زمان تغییر کردن دیگه. دمای یه سمت رو من ثابت فرض کردم، دمای سطح دیگه به خاطر انتقال حرارتی که داره انجام میده به تدریج تغییر میکنه. حالا تو این مثال چون من خنک شدن در نظر گرفتم دماش میاد پایین. اگه ما بخوایم گرادیان داخل جسم ناچیز باشه، یعنی در واقع میخوایم ببینیم تی یک منهای تی دو روی
تی دوی منهای تی بی نهایت، این میخوام خیلی کوچکتر از یک باشه. اگه این اتفاق بیفته، یعنی گرادیان دما داخل جسم، تغییرات دما داخل جسم نسبت به تغییر دمای خود این و
تو این حالت S در A منهای H A T منهای T بی نهایت به علاوه E dot generation میشه رو C V در D T به D T که اگر مسئله رو حل بکنیم تهش میرسیم به این. لطفاً حل رو خودتون انجام بدید. کار خاصی نیست. دو بار تغییر متغیر بدید. مسئله همگن میشه، قابل حل میشه. که A H A تقسیم بر رو V C و B مون Q زگون A به علاوه E dot generation تقسیم بر رو V که در واقع اگر ترم بیمون صفر باشه، یعنی من شار ورودی نداشته باشم، تولید حرارت داخلی هم نداشته باشم، دقیقا همون مثال قبلی برقرار میشه. یه شار ثابتیه که ممکنه رو جسم وجود داشته باشه. خب ببینید، بعضی از ترم های تششعی هست ما به صورت تششع میتونیم مدلش نکنیم. خب مثلا تششع خورشید، چون تشعشع خورشید و من شار حرارتی ورودی خورشید رو دارم بر حسب زمان، من میتونم تشعشع رو ثابت در نظر بگیرم دیگه، ترم توانچاری در نظر نگیرم، کارم راحت تر بشه. این میشه یه همچین چیزی، یه شار ثابت که به جسم داره وارد میشه. خب این حالت اول. حالت دوم شرایطیه که عکس قضیه اتفاق بیفته، یعنی تشعشع غالب باشه، ما بقیه رو اصلا نداشته باشیم، فقط تشعشع داشته باشیم. مثالش تو کوره های پختیه که با استفاده از تشعشع کارشون انجام میشه. پس دو، غالب بودن تشعشع. تو این حالت از سمت راستمون میشه منفی اپسیلون سیگما آ در تی به توان چهار منهای تیه سراندینگ به توان چهار مساوی با رو وی سی دی تی به دی تی که اگر مسئله حل بشه تیمون برابر میشه با رو وی سی تقسیم بره چهار تا اپسیلون سیگما آ تی سراندینگ به توان سه در ال ان بقیهش این پایین می نویسم. خب کفایت میکنه که اینو بستش بدید، بکنیم تی به علاوه تی سراندینگ در تی منهای تی سراندینگ در تی به توان دو به علاوه تی سراندینگ به توان دو. بعد از جداول انتگرال دیگه نیازی هم از خودتون انتگرال بگیرن، از جداول انتگرال این در میاد. تو این دو تا حالت ما میتونیم حل تئوری داشته باشیم، در غیر این صورت باید حتما به صورت عددی حل بشه. قسمت اول که تقریبا معلومه، ولی اگر تشعشع داشته باشیم فقط باید تشعشع داشته باشیم، یعنی چیز دیگه عملا نباید داخلش وجود داشته باشه. خب سوال نیست بچه ها، خسته نباشید. لطفا اسامیتون هم روی کاغذ بنویسید، به من بدید. اسم دو تا دوستتون هم که رفتن بنویسید لطفا. تی آیه، این یه ترمش تیه،
این تیه آیه دیگه که در واقع شرط مرزیه، شرط اولیه که اعمال میشه، این تیه آیه در میاد.